دو هفته سفر مشهد به همراه خانوادهشون. عجب تقدیر خوبی دیدن. دو هفته سفر آقا کریم با خانواده. خبری نبود که بعد 35 سال منت گذاشتن هزینه دو هفته سفر مشهد به من خانواده‌ام بدن. بس سلام تموم شد رفت. چه منتی آقا کریم، حقت بوده. تازه به نظر من خیلی هم کم گذاشتم. 35 سال خدمت صادقانه کمه؟ بله، تازه اونم بدونه حتی یه روز مرخصی. فریسا خانم، بابا خوابی؟ بله آقا جون. ساعت 5 رو با بابا. خب باشه. مگه نمیخوای بری سر کار؟ آقا جون من ساعت 8 و نیم باید برم سر کار. 8:30 میاد دنبالم. بهزاد چی شده؟ هیچی، صبح شده. چه ساعت زنگ زد؟ آقا جون شیشم نشده. چی کار ساعت داری بابا؟ باشه لنگ زوره. سلام. چی؟ کابوس دیدی یا دوباره یورونت بود کرده؟ نه بابا عادت 35 ساله از خواب هم نمیبرم. بیا بری نماز درسیم. آقا کریم دیگه باید این عادت تو بذاری کنار رو تنش کن. خوش شیطون که اگه قسمت بشه قراره یه دو هفته بریم مشهد. خونوادگی؟ یعنی واقعا بابات رضایت داد بریم بیرون؟ آره آخه آقا جونم بازنشسته شده. مدیرای کارخونهشون هم قول دادن برای قدردانی از زحمت بابا خرج سفرمونو بدن. 12 میلیون تومان؟ بله. آقا کریم بهتر نیست با قطار بریم؟ حالا سوار هواپیما شدیم؟ خیلی ترس داره. حالا هواپیما ترس داره، قطارم بالاخره همچین امن نیست. با اتوبوس هم که من این معذورات چیز دارم، شخصی دارم، نمیتونم برم. باشه دستاش فرونه. حالا کی دستمون رو بسه میخوانم بچه ها بگیم سری یه دارش تهی بکنه حیات مالی امضا کنه تقدیم میکنه. حالا اون این حدودن سیرش کی آخه؟ سلام کریم آقا. چطوری آقا موسی؟ حالت خوبه؟ یالا. الو سلام مامان جون. ممنون خوبم. آقا جون خونه هست؟ کارخونه؟ نه میخواستم یه سوال درباره این سفر تشویقی ازشون بپرسم. نه الان خودم گوشیشو میگیرم. خداحافظ. الان آقا جونم میگیرم. آقا کریم حالا که بازنشسته شدی ول نکنی بری حاجی حاجی مکه. بازنشسته شدم نمردم که حتما میام شهر. ببخشید یه بهمون سر بزن به بچه‌ها. حتما. الو یا علی سلام بابا بلند طرف بزن. آقا کریم مخلصی؟ نه اینجا شلوغ خلوغه بابا. آقایی به ما هم سر بزن. اون که قطعیه دیگه مشهد حتما. ببین صدات نمیاد بابا. نه شب میان خونه با هم صحبت میکنیم. باشه بابا باشه باشه خداحافظ. خدافظ. چی شد؟ دیدی گفتم آقا جونم گفت کاراش داره درست میشه. فکر کنم دیگه بعد کم کم چمیدونامونو ببره. خدا از ذهنت بشنوه. من که بعد از جریان داداش منصورم دیگه دل به این وعده وعیدا نمیبندم. سلام آقا کریم. نهار پیش ما بیا منتظری ما. نه
سلام علیکم. نه نیومده. این جون بچت راست شو بگو این پاداش میخوام به ما بدن یا نه؟ چرا ندن قربون بدم، دست من نیستش که. هیئت مدیره است، امضا کنن من دو دستی تقدیم میکنم. به خدا خسته شدیم از که رفتیم اومدیم. اومدش من خودم به زنگ زدم بیاد. سلام خانم جان. سلام. خوبی؟ این چکی اومده نشد؟ نه هنوز نیومده. فکر کنم چه اومده میشه. من هر وقت اومد بهتون اطلاع میدم. خدا خیر. خدا خدا. شما خانم جان این چکی من امضا شد بدم. نه متاسفانه من میتونم یه دقیقه بابا یه دقیقه نمیشه جلسه دارن آقا یه کلام آقای اصلا نمیشه مهمون ببخشید شما تشریف ببرید من خدمتتون اعلام میکنم شمارتون دارم میگه تماس بگیرم خدمتتون بفرمایید بله خیلی ممنون الو الو باز دوباره رفتی بچه مرضیه رو آوردی؟ یه دقیقه باباش گرفتم بابا ماشاءالله الله اکبر ماشاءالله الله اکبر نگاه کن قاب صورتو این عروسه عزیزم این که 35 سال نتونستیم به بچه های خودمون برسیم زیبا خانم بذار با این کوچولوه سر اون گرم تو نمیتونی برای موجودی کنی باشو دو هفتت باز نشسته شدی نشسته تو خونه خسته نشدی؟ بابا بلنشو برو دنبال این چک ببین چی شد ای بابا مادر من شما هم ساده یا اگه ما بخوایم به امید آجون هیئت مدیره وایسیم مامون این دندونامون سفید شده بعدش هم اینا اگه پول بده بودن همون موقع که حرفشو زدن چکو میکشیدن میدادن بهمون انقدر یه جماعت علاف نمیکردن خب راست میگه دیگه با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه بلنشو برو پیگیری کن ببین نتیجه چی میشه ما هم از این بلا تکلیفی در بیا بابا من هر روز دارم میرم پیگیری میکنم پاشنه کفشم صاب رفت بس که پیگیری کردم گفتن میدن میدن دیگه حالا چه اصراریه من که چشم آب نمیخوره اه الو بله عزیز دلم خوبی مامان الو سلام علیکم خانم به سلام علیکم حال شما خوبی شما خیلی ممنون نه والا ما خیلی دلمون تنگ شده خیلی ممنون بله جدی میگی؟ خدا سایتون کم نکنه دستون درد نکنه چه خبر خوبی بود ممنون ممنون با آقاتون سلام برسونی میایم انشاءالله خدمتون قربان شما خدا حافظ زیبا زیبا خانم جعفری خانم جعفری که بابا منشی کارخونمو گفت بالاخره این هیئت مدیره چک رو امضا کردن الهی خدای شد او تازه امضا کرد حالا تا امضا بکنن تا چکو به شما بدن تا مرحله اداریش طی بشه تا پاس بشه چک یه سال گذشته پدر جان ساده یا خیلی خوب تو هم اینقدر نفوس بد نزن اول بذار ببین چک پول میشه بعد ببینیم چه خاکی باید به سر اون بریزیم ببین من از همین الان به جفتتون گفته باشم من با این پول سفر بیا نیستم والا آقا کریم منم چشم آب نمیخوره حالا بذار چک صادر بشه سفر بعد پول میشه پول میشه بلنش این بچه رو ببر پیش پدر مادرش دل نگرون میشن بلنش رو بگو چون بروس بابا این بچه رو ببر بده باش نه یا خب بچه رو شما میاری من باید ببرمش زوغ آدم رو کور میکنی بیا دیگه تو هم اینقدر بور نزن عزیز دلم برم برو بعد یه روزی دیگه میریم پاش برو برو که نه خورمون کنم همین کرد ببخشی مهندس من اگه نرم سفر برای شما مشکلی پیش نمیاد نه آقا کریم مشکلی پیش نمیاد بفرمایید نه گفتم چون جلو کارگرها گفتی این پول با وقت هزینه سفر مشهده میگم خدای نکرده فردا حرفی توش در نیاد آقا کریم میخوای همه کارگرها رو صدا کنم در حضور اونا بگم این مبلغی رو که به عنوان هدیه دادم میدم آقا کریم هر کاری دوست داره میتونه باش انجام بده نه نه خیلی ممنون وای بابای خدا بیا مرزم این همه سال از دست این چی میکشید اون لو تقدیر حافظ رو من میتونم خدا بفرم
بیاموز به در خیلی باهاش بابت همچی بابت هم سر میزن حتما قربان دوستان عزیزان همکاران من هرچی نشستم فکر کردم دیدم نمیتونم واقعا به جای یکی از شما برم به خاطر اینکه شما همه دوستای منید و من همه شما رو به یه چشم نگاه میکنم من دوست ندارم خدایی نکرده حقی از کسی ضایع بشه نشستم فکر کردم دیدم بهترین کار اینه که من مزایده بذارم و مزایده به این صورت انجام میشه که شما ارث فامیل عرض کنم که مبلغ پیشنهادی کد ملیتون رو برای من ارسال میکنید بنده مطالعه میکنم و در اسرع وقت نظرمو ابلاغ میکنم هر کی موافقه اعلام کنه قبوله همینجوری شفاهی قبول نیستید کتبی کتبیش چی میشه اینکه اس ام اس بیاد اس ام اس بانک اومد شما برو سوتتو بزن یعنی چی یعنی اینکه فردا نیاد به من بگید آقا من برم شهرستان برگردم پول همراهم باشه حالا میام میدم از رفتم تصادف کردم خوردم تو دیوار اونجا قرار بود سوغاتی بخرم اینا نداریم اول پولو میدین بعدن رو مرخصیتون حساب میکنم آقا بهزاد حراج بهتره اینجوری حق کسی هم ضایع نمیشه باشه آقا حراج هم بد نیستش سریعتر هم به نتیجه میرسه خوبه خب بس روزی 50,000 تومن شروع میکنی چه خبره 50,000 تومن؟ چه خبره خب آقا یه لحظه اجازه بده ایشون اینجا باشه من نیستم آقا بسا 55 یک 56 56 و 500 56 و 750 تومن 56 و 750 آقا جمع کنید خودتون رو 56 و 750 یک قرون دو قرون میرید بالا مزایده اصلا اینجوری نیستش دو رمز قاف صندوق 56 و 750 مزایده حداقلش 10 تومن 10 تومنه آقا اصلا من مزایده نمیکنم میرم خونه میخوام نمیخواد آقا نمیخواد نمیخواد آقا حساب حوالی بله آقا استی این چی میگه؟ چی میگه آقا خیلی ها خیلی چیزا میگه ولی شنونده باید عاقل باشه جریان مزایده چیه؟ مزایده؟ کدوم مزایده؟ خودتو به اون راه نزن اینا رو جمع کردی دور خودت که ازشون پول بگیری جاشون وایسی؟ من مشتی من پهلوون من لوتی من همون آدمی هم که شما گفتی تو 20 چند سال کار کسی مثل منو ندیدی وقتی ایشون اومده اینجوری گفته آقای سی اشتباه به عرضتون رسوندن در واقع آقای سی اجازه بدید من همه چی رو شفاف خدمت شما میگم ببین من تو محوطه به خود شما اعلام کردم مرخصی نمیرم و حاضرم به جای یکی از این بچه‌ها وایسم همه‌شون مثل بهزاد داداشم میمونن و همه‌شون به یه چشم نگاه میکنن آقای سی شاید باورتون نشه ولی من از اون آدمایی نیستم که بین دوستان فرقی بذارم حاشیه نرو برو سر اصل مطلب آقا اصل مطلب و راستشو بگم آقا اینا چون همشون مثل برادرهای من میمونن من گفتم همتون جمع شید با هم تصمیم بگیریم یک جوری که من بتونم مرخصیمو به صورت رایگان تقسیم کنم که همه از این رایگانی بهره مند بشن داشتیم همینجوری فکر میکردیم که یکی یه روز بیشتر بمونه اون یکی کمتر بمونه که اون یکی میره که این داره میاد که مثلا یه جوری تقسیم شده باشه بین همه و این نامرد این نامرد اومد گفتش که من مرخصی تو رو روزی 20,000 تومن میخرم تو گفتی که هر کی بیشتر قیمت بده اون میره من بله تو آسه یه دقیقه به حرف بزنم یه دقیقه اجازه بده ببخشید آقا جون مادرت خب جون هر کی دوست داری راستش من نگفتم تا این اینجا باشه من نیستم آقا درسته گفتی حالا وایس آقا اینو میگیم طرفدار منه حالا از همه قسم جون مادراتون من گفتم نگفتم این اینجا باشه من گفتم باشه دیگه نمیدونم دروغ بگی آقا سی به جون مادرنا دارن دروغ خودت سر کاره خودت بعدم یاد از آدما بی شخصیت تربیت بفهم از کسی پول گرفتی که قرار باشه جاش واسی پوستتو میکنم الان باید معلوم کنی که جایی که قرار واسی بودوی سر کارتون بجومی ببینم تو اون بالا چیکار میکنی؟ تعمیرات تو مسئول تعمیرات یا مسئول تزیینات؟ درسته دیگه تزیینات اگه بلد بودم که باید زیر بودم نه اینکه رو باشم بسه بابا نمک نریز بیا پایین او این که بوره یه سال سفره وا ماما واسه چی بافتنی برداشتی تو این گرما وا خب مادر حواس دیگه معلوم که نمی کنه اگه سرد بشه تکلیف چیه آخه کی وسط تابستون هوا سرد کرده که این دفعه دومش باشه تو بر ندار
از قدیم گفتن کار از محکم کاری عیب نمید. چاچری ما برو کیه مادر؟ آقا چونه؟ بده منم بده منم میری دو بابا اوشنگ زن چیزی نمیگه چشم بوده باری کرد. سلام آقا جون شیری رو بابا شیر کدومه؟ برو بالا تا رو با کدومه؟ پلنگ پلنگم بابا جون پلنگ تسپایی. حالا من خیلی مونده آقا کریم رو بشنسی جوجه آشکو بگی تو به جای اینقد که سرت توی موبایلت باشه دو کلم از حضرت حافظ میخون تو در آینده بتونی مثل آدم حرف بزنی. چشم ملش کن. خوش خبر باشی. خوش اومدی. سلام آقا جون. من خدمت شما زیور خانم که چشمتون آب نمیخور مادر ببین درسته در بچه هوای کریم هوای درسته باشه. تاریخ تاریخشو ببین برای کیه. تاریخ بابا تاریخش روزه دیگه. بده من خیلی خوب بیبینی بس 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 وسایلو جمع کنی. کجا وسایل چی؟ بس سفر دیگه. من که گفتم نمیام. آقا جون نمیام. نه آقا جون نه قربونت برم. تو فردا که خواستی بری خونه شوهر چهار تیک جهاز میخوای یا نه؟ آقا بهروز شما فردا پایان خدمت که گذاشتن کف دستت من باید یک قرون داشته باشم برات بکنم سرمایه که انگل جامعه نشونه. نه واقعا که آقا جون از وقتی که وارد شدی شده در خودش هم عوض شد. من درستش میکنم من درستش میکنم. آقای کریم انگل نخند خانمه زیور گفتم نه یعنی نه. آقا جون کفش هم میخواد باکس بزنم گرفتم. چه غلطی رسون کردی؟ برای چی در داشورد باز کردی؟ من باز نکردم. من داشتم کار میکردم. روکش کردم در داشورد باز شد. بعد اینو برداشتم. فکر کردم کیفه. یعنی نگاه کردم تو بی خود کردی دست به اساس مردم زدی. اتکل بکن. شما بکن. بذار جاش. بی ادب. وای چه کاری چه طرز برخورد من دزدم دزد گرفتی؟ نه تو امیر دانشمندی. دو سه روز زیر نظر دارمت. فهمیدی؟ ما ازت فیلم داریم. که خبر مرگ رفتی نشستی تو ماشین منم چه غلطی کردی؟ یه چیزی برداشتی رفتی گذاشتی تو کمدت. من دست شما درد نکنه آقای سی تو کلانتری معلوم میشه کلانتری چی تو حالا اینجا مگه از کسی چیزی کم شده؟ فقط یه چند روز پیش یکی اومد داد بیداد کرد اونم حتما فهمید اشتباه کرده دیگه پیشو نگرفت. نه خیر من ازش خواهش کردم فعلا بی خیال شد گفتم تحقیقاتمون رو انجام بدیم بعد بهش خبر بدیم. تحقیقات چی آقای سی چرا پلیسیش میکنی جیمز باند نمگه؟ البته زنگ زدم پلیس میفهمه کیه. آقای سی زنگ نزن بابا من آبرو دارم بابا من دارم یه لقمه نون حلال در میارم. چرا بابا نگران آبروتی؟ باشه بیا بریم تو دفتر تا بهت داری تهمت میزنی آقای سی جان بیا اینجا آقا ببینید کاملا تو فیلم مشخصه. آقا چرا تهمت میزنی؟ چه تهمتی؟ با اجازه کی رفتی تو ماشین؟ ها؟ رفتی نشستی تو ماشین درم بستی؟ معلوم نیست چه غلطی کردی بعد اومدی رفتی تو کمدت گذاشتی؟ کی درو بستم؟ آقا من رفته بودم تو ماشینا روکش نصب کرده بودم گوشیم افتاده بود. رفتم تو محوطه دست زدم دیدم گوشیم نیست. اومدم نگاه کردم دیدم افتاده تو ماشین. آروم برداشتم گذاشتم تو جیبم بردم گذاشتم تو کمد. برای چی یواشکی بردی گذاشتی تو کمدت؟ به خاطر اینکه ایشون یه قانون من درآوردی از خودش درآورده هر کی موبایل بیاره با خودش سر کار 10% از حقوقش ایشون کم میکنه. بله آقا قانون اینجاست. ببینم این 10% کجا محاسبه میشه؟ من اون آقا برام برای شما توضیح میدم فعلا به این رسیدی؟ مثلا الان توضیح بده چون سوال خیلی قشنگی داره. حالا اون چی؟ برای چی الان دست کردی تو داشبورد؟ آقا الان که من دست نکردم تو داشبورد من داشتم روکش نصب کردم روکشو کشیدم پایین دستم خورد آرنجم خورد داشبورد باز شد بعد داشبورد باز شد من یهو دیدم یه کیف پول اونجا انگار جا مونده گفتم برسونیم به صاحبش دیگه برداشتم دیدم کیف پول نیستش که اصلا یه دونه اتکلون بود پوستش چرمینه بود آقا حتی یه فیستم نداشت اصلا ساکت باش ساکت باش میگم به جای این حرفا زنگ بزنین اون آقایی که مال باخته شده در اصل اون باید شکایت بکنه اون که جای خود آقا ما هم شکایت داریم آبریو چند ساله این تعمیقا قرار برفته آقا این حرفا چی آخه مال باخته بده من اصلا با خودش صحبت کنم بده من حرف بزنم دیگه الو صدر در فرخ در یواش مادر نسوزی نه ولی مادر آقا جون درست میگه چیو
اینی که سفر نریم بهتره، پولش به هزار درد میخوره. جاری کرده، آفرین بزن. آره ناراحتی نداره که، بعدم من نظر بهتر دارم آقا جون. جونم شما سهم منو بدین، الان تور یه هفتهی گذاشتن کیش یه میلیون آفرم خورده مفت، برم با رفیقام یه حالی بکنم، دست در نکنم. واقعا لیاقت تشویقو نداری، میخوای خانوادتو ول کنی با رفقات بری سفر؟ تو آدمی؟ بابا کریم 30 سال ما رو مسافرت نبردی دیگه، حقمون که از واقعا واقعا که آقا جون، یعنی واقعا 30 سال مادر رو نبردی مسافرت؟ ما حسرم نبردتت مادر، نه مادر واقعا میگه جواب داری میدی؟ نه بابا شما اولین زنی هستی که من میبینم نبردت شوهرش ما حسر رو بردی. آقا کریم بلش کن، ببینی تو رو خدا آمان جام من میگم این جر و بحث ها فایده ای نداره، من یه فکر بهتر دارم. چی؟ من میگم شما یه چند روز با آقا جون قهر کن، خودش میره با بلیط برمیگرده. واقعا؟ قهر کنم؟ آره دیگه باشه قهر میکنی عزیز دل من، قربونت شما که دوربینا رو دیدین دیگه، واسه چی میگم بذار مأمور از کلانتری بیاد باجوی میکنن درست میشه، بابا آبرو حیثیت من لازم میشه، مگه ما مایلیم این اتفاق بیفته؟ آقا چه شاهدی؟ خب من دارم خودم یا قسم خوردم آقا. عزیز دل من حیثیت من میره، مگه تو تحمل کن راستش، من یه عذرخواهی به همتون بدهکارم. چی؟ مال بخیر. بعد تماس اون روز که گفتی یه چرت و پرت مهلت بده، من با خانواده رفتم کردان، سرتونو درد نیارم. رسیدیم اونجا خانومم کیف مداره کپولا رو داد بهم، گفت دیروز صبح قبل اینکه ماشینری سرویس، من اینا رو از تو ماشین برداشتم. خب چرا زودتر زنگ نزدی؟ گوشی اونجا آنتن نمیداد، مام دو روز اونجا موندیم. بعدش هم که برگشتیم من کلا یادم رفت، تو همین یه ساعت پیش که پیغام شما رو شنیدم دیگه سری خودم رسوندم. مرد حسابی میدونی ما چقدر این جوون تو اومد زدیم؟ آقا من که گفتم شرمندم بگم غلط کردم. خوبه آقا ببخشید من بلم کن، من دیگه اینجا کار نمیکنم. بسی چرا واسدی؟ برو دنبالش. بهساد نظری بده. بهساد وایسا. آقا بهساد، آدم تا مطمئن نشده اقدام نمیکنه. آقا حق با شماست. واقعا متاسفم. بهساد. آقا بهساد. بهساد جون. خب بهم حق بده دیگه. یه دقیقه منو نگاه کن ببین چی بهت میگم. تو عاد رفتی سواری یه ماشینش دیگه مورد داره؟ بعد میری میشینی تو در میبندی یه چیزی به هم میداری بعد میری میذاری تو این کمد. تو بودی چه فکر میکردی؟ من بودم فکر میکردم طرف دزده. خب خدا پدرت بیا مرده، حالا چرا میخوای بری؟ به خاطر اینکه وقتی طرف قسم میخوره خورد به سرتون؟ اب نداره چیزی نشو. وقتی طرف قسم میخوره میگه من این کارو نکردم، حرفشو قبول میکردم. وقتی که یارو میگه من رفتم موبایلمو گذاشتم تو کمد، قبول میکردم، نه اینکه برم زنگ بزنم پلیس بیاد. نه هیچی نشد، این اصلا چیزی نیست. من فقط میدونم الان اینجا برای چی اومدم اینجا. اومدم ازت عذرخواهی کنم، ببخش منو. نمیبخشم. کوتاهی کردم، ببخشید. ببین آقای اسی، تو برای من خیلی بزرگ بودی، همیشه انقدر تو نظرم بودی، ولی با این التماسایی که میکنی، با این معذرت‌خواهی ها که داری میکنی، خودتو داری برام کوچیک می‌کنی، داری انقدر میکنی. هر چقدر معذرت‌خواهی کنی من قبول نمیکنم. پس خودتو کوچیک نکن. وایسا. بهزاد جون صبر کن. نذار من با این سنم بده التماس کنم. آقای کارگر بیا اینجا. آقا بهزاد از امروز میشه مدیر قسمت تزیینات. واقعا؟ بله. چرا نه؟ کلی تجربه داری. یه سال تو این کاری. دستش رو درد نکنه. بقیه ایراد داریم با خودت گوشی میاری تو زنگ. آقا کی گوشی و جا مونده تو جیب من، اصلا یادم رفت یکی دو بار بوده دیگه، اتفاق بوده. دیدی بعد برای همه بستنی بخریم. آقا چه بستنی؟ من دارم قر میرم، بستنی ما همه رو برداشته، نمیتونم گوشی رو بدنم تو کمد خودم برم. که کسیس این شیرینی شغل جدیدته. باشه چشم، دست درد نکنه. بچه های تزدینات بیان اینجا، بقیه هم برن سر کارشون. آقای سی چی رو برازار تو کمونم؟ بیایید اینجا بچه های تزدینات. وای وای ما چیه؟ چی سنگی کسی هم خسته نموشی زیبر خانم. باشو زیبر، باشو با دست بشور بیا برای چایی آورد.
بله؟ نگاه کن تمام این باخچه شده پر کرم دوباره کری. معلوم بودی که باخچه باید کرم بذاری که این گلا در بیا. پاشو پاشو دستارشو. وای یا هندونه خونک چایی دا هر کدوم که خواستی بزن تو رگ حالت خوب شه. دونه چیه هندونه چیه؟ فردا بریم اون حلنگوبر که دوست داری رو برات بخرم. جدی میگی کری؟ جون تو دستت درد نکنه. سرت درد نکنه. ای ماما مگه قرار نبودیم؟ حواسم نبود. نه آقا کریم یا سفر یا هیچ. زیبا هندونم برد برشو بچه تو همو زیاد نگرفتی نبا تو زندگی زناشویی ما دخالت کنی. آقا جون شما گوشی خوب برای من بخر. قول میدم تا آخر اون با هم آشتی باشیم. خوبه دوست داری؟ آخه لازم نکرده شما هم بهتر قرار باشی. میگن خوش را باقی که شغال ازش قرار. برو شو بینی. سلام عشقتون اومد با شیرینی. او تو شیرینی بفهم عشقت هم اومد با یه جعبه شیرینی ما رو ببره سفر. این حرفا چیه مثلا چیکار تو این کارا دارم؟ چی شدن این ریسکا کردی این چی گرفتی؟ ریسک چی آقا شیرینی گرفتم شدم مدیر مدیر کل. شیرینی مدیریت چی مادر جان؟ شیرینی مدیریت کل بخش تزیینات داخلی خودروی تعمیرگاه. آفرین. اینجوری میگه مدیر شدم یکی پشت در باشه فکر میکنه مدیر کل کارخونه ماشین سازی شده. یه چهار تا شلوار میکشه رو صندلی دیگه. آقا جون بفرما. بده من. زیبا چون اینا رو ول کن. بیا بزن کامت شیرین کن به جون خودت فردا میبرم دو تا علنگو برات بخرم. آقا جون این علنگوهایی که قلادی اگه خریده بودی الان مامان تا اینجا علنگو داشته. نزن آقا جون یا سفر یا هیچ. نه راست میگه یا سفر یا هیچ. آقا جون من میگم شما و مادر و پریسا پاشید برید مشهد سهم منم بدید برم کیش. دیگه چیز دیگه نمیخوام. تو چی آقا جون دست درد نکنه بالاخره من این سوالو کردی آقا جون اگه سلام میدین اجازه بدید من میمونم تو خونه مراقب خونم گلدونا رو آب میدم گربه هارم غذا میدم. نه خیر اجازه نمیدم همین کم اومده خونه رو بدم به شما اینجا رو بخویم پاتو گند بزنید به همه چیت بره. منو برای چی میزنین اون میخواد بمونه؟ ببین من سفر بیا نیستم همتونم کورخونه. با کریم ماما شوهرت چرا اینجوریه؟ دست بزنم داره زشته سوال میکنه من شایعت میکنه. روشنگم خیلی پرتوقع دیگه بیارو موتور من پرا کن پنجا پنجا ولی چی پیش خودش فکر کرده نمیدونم. ای دست دارن شستم شما بخوری من اومدم یکی نیست بشه بگیم مرد حسابی اسم کریم آقا رو تریلی هم نمیدونه بکشه بعد تو اومدی میگی من با موتور قرازه تو شهر تهران دور کنم و مسافه سوار کنم. آخه چی پیش خودت فکر کردی آقای جهنم خواب که اینطور باشه پس بچرخی تا بچرخم. آقا کریم کسه اولشه قد از این قهراشی ها بکنی. خدا وکیلی من یه چیزی بگم باور میکنی من تا حالا بازنم در نگردم. بدی بازو شستگی همینه سر هر چیز کوچیکی باید عره بدی تیشه بگیری عره بدی تیشه بگیری. چه شلوغش میکنی چه وقتی به بازنشستگی داره اینا منو دوره کردن که الا و بلا همه گی با هم باید بریم سفر. اما چیکار کنم اگه بده بری سفر آقا کریم؟ بله که بده امروز سفره فردا چه میدونم عوض کردن مبل و فرش و پرده و چیزهای دیگه پس فردا یه داستان دیگه. ببین کریم جون بخوای کتابی های کلات بسته محرکی هست خود دانیم اینم حرفیه به نظر من برو باشون مذاکره کن
یه سری پوان بده یه سری پوان بگیر. من جنگه؟ بله که جنگه. انو حالیت نشد در جنگم بدتر حالا میبینی. ببین اصلا شما چند نفری؟ با خودم میشیم 5 نفر. 4 به علاوه 1. خوبه، عالیه. نشستی 4 به علاوه 1. ببینم تو بلکن سیاست نیستی؟ آقا کریم محکم بایستا قربان تو برم من. اینم کیش مار کیچی رو کیشه من دلم آقا کریم با کیا اومدین مشورت اومدین تو کلون هر حساب به شما بزنیم بابا تو بزن رو قهر کردی میخواد نمیخواد برین صفتی بازی رو هم میزنیم میگم من تلو بزنم قهر نگرده میفهمی؟ سلام مامان جون. سلام مادر، خسته نباشی، زود اومدی امروز؟ آره دیگه امروز زر کارمون سبک‌تر بود، زود اومدم. خدا رو شکر. اینا لباسای آقای جونه. مامان چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنم؟ مادر من وقتی قهری یعنی همه چی تعطیل، صبحونه، نهار، شام، شستن، پختن، اتو کردن، مثلا هر چیزی که به آقای جون مربوطه تعطیله. گناه داره بابات مادر. یعنی ما گناه نداریم که یه عمره نشستیم تو این چهار دیواری مسافرت نرفتیم مسخره خاصه هم شدیم؟ بیل خون ببینم اینا رو ببینم. واه بابا بروز آب ازاد زیبر زیبر ما خونه دایی من شدیم شبم همونجا میمونیم. خوش به حال دایی من چه خوش بگذره، هر کاری که دوست داری بکنی، من مسافرت بیا نیستم. ری کریم بالاخره شمشیر از رو بزنه ها؟ حسن آقا فرد من نبه این شدت که شما میدید. وقتی جمع کردن رفتن خونه داییشون یعنی چی؟ یعنی تو این بره جون اونا اون بره جون؟ بله بابا اینا دیشب رفتن الان من برم خونه اصلا شک نکن همشون چارچش نشستن منتظرم. بعد من قضیه رو گندش نکنی شما. چرا دوزارید کجه کریم؟ وقتی دیشب رفتن امشب و فردا شب و شبهای دیگر میتونن برن. بله در ذهن اونا چهار تا رو تو تک چرا نمیخوای بفهمی؟ خونه دایی‌شون رفتن یعنی یارکشی از سمت فامیل مادری. اونه همونشون نرفتن که کریم کم نگری ها، دارم به تو میگم ببین تسلیم نشو. به تو چند روز طاقت بیاری یا اونا خودشون میان زیر باق میوفتن. میدونم به نظر من بهشون پولوتیک بزن. تلیک؟ پولوتیک یعنی کلک بزن. نه من کلک ملک تو کارم نیست. ببین رفتی خونه خودت بزن به مریضی همشون میان سمتت، حس ترحمشون رو چجوری بگم؟ برانگیز. به برر برو جلوی کولر دراز بکش خودت بزن به مریضی بگو آخ مردم قیل ندارد که حتی رو بکش روستر قابلوانه بذار تموم حله. ببین چی برد میگم سلام آقا جون. سلام بابا.
وای ای وای داره میمیره. ای وای از بی کسی مردوشو بدون ببرن تنلشو میرم زیبه داره میمیرم. یه دست بازم میمیم چه تبی دارم. وای دارم من تب زیبه بعد 35 سال کار صادقانه بازنشسته شدیم و خوشحال از اینکه این 4 روز عمر باقی مونده رو بیشتر دور هم دیگه باشیم و صفا کنیم. خدای شکرت. چی فکر میکردیم چی شد؟ به خدا من دیگه حساب و حوصله این قهر و قهر کشی و لج و لج بازی بچه گونه رو ندارم. واقعا همچین کارهای واسه سن و سال ما وقاحت داره. امام سر را حواست کجاست؟ ای وای به خدا من دیگه خسته شدم. کاش این پاداش کوفتی این وسط نبود که اینجوری آتیش بیفته تو زندگیمون. حالا شما کم نیارین. بذاریم ببینیم تهش چی میشه. من مشتریم. شما با ما 8 حساب کنین رو. ما بده بستون داریم با هم دیگه. آره دیگه 4 تا اینا لایک میکنن. 10 تا فالو میکنن. آره گیر این تلفنت. آره اینا هستش. بابا اینستاگرام. من دیگه طاقت ندارم. امشب تموم میشه. مامان. بیا خدا دیگه نمیتونم. دیگه نمیتونم. فقط از یه عمر مسافرت بگیر. دست شما. وای. وای آقا جی شما ای آقا جی پولمو آقا جی پول نره میدونی این مسافره ارو آقا جی آن آقا جی من اصلا مرخصی ندارم آقا الان تعمیرگاه یا همه با هم میریم یا هیچ جا نمیریم. یعنی چی آقا جون؟ یا همه با هم میریم یا هیچ جا نمیریم. خب دلم میخواد بمونیم اینجا. نه دیگه، یا شما دوتا با ما میایین سفر یا روزی که ما بریم در خونه رو قفل کنیم هر جا دلتون خواست برین شما هم همونجا بخوابین تا ما برگردیم. مادر من مرخصیم و فروخته. من الان خوشحال شدم که آقا جون پولو داد. گفتم زمه اینو میده. خیلی خوب، پس تو برو شما تو تعمیرگاه بخواب تا ما برگردیم. این خونه بزرگتر. از وقتی که با پام از در این خونه گذاشتیم بیرون در قفل میشه تا روزی که برگردی فهمیدی؟ بله منم میرم خونه دایی میخوام. اگه راد دادم الان میرم بالا میخوام. آقا جون من نظر خوب دارم. من میگم بریم یه تور یه هفته ای کیش قشنگ صبحونه نهار شام هتل لاکچری چیک بریم مجلسی قشنگ. نه بابا چی کیش خاص بره فقط مشهد. من میگم یه هفته بریم شیراز بعدش هم بریم اصفهان. به به همینی که گفتم فقط مشهد. بابا آقا جون مشهد بلیط نداره. خوب آقا جون شما رفتی گشتی دیدی ندارم. بله بله من رفتم گشتم. کی نداره آقا جون؟ هل پیشرفت کرده الان موبایل اومده رو تختت لم میدی یه دقیقه میری تو اینترنت ببینی بلیط مشهد هست یا نیست. نه اتوبوس نه مترو نه قطار هست نه هواپیما هست. من حرفا حالیم نیست. اگر بلیط گیر آوردین همه دست جمع میریم مشهد. اگر هم دیگه نیاوردین قشنگ میشینیم خونه. افتاد فقط مشهد. مامان تو یه چیزی بگو. خب بلیط پیدا نمیشه مگه دست ما؟ تو رو خدا دیگه از قهر من سوء استفاده نکنی. قرار بود باباتون رو راضی کنی بره سفر که داره میره دیگه. تموم شده رفت. چرا رو که معلوم نکرده بودی؟ من دیگه نمیدونم فرقی نمیکنه. آقا جون یک نظر بیازم. عشق است و داغ دبل بر نبض جان زد. عشق است و داغ دبل بر نبض جان زد. آقا جون یه دولت جونم. آقا جون
براتون جوشونده و بردم بخورین سرماخوردگیتون خوب بشه. بحبه. الهی بمیرم چقدر تو این مدت سرفه کردی. آخه بگو ببینم آفتاب از کدوم طرف در اومده شما نازوک دل شدی یاد بابا افتادی؟ آقا چون ناسلامتی قهر بودیم ما. بابا قهر چیه؟ این حرفا رو مامانت میذاره گل دهن شما. من همیشه خدا با همه خلق خدا آشتی هم. آقا جون یه فال حافظ برام میگیریم؟ رو چشم بسم الله بگو نیت بکن. نیت کردم. به 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 راهی بزن راهی. ببین بابا حضرت حافظ میفرمایند ای دختر جان پدرت با این حرف ها خام نمیشه، اگرم بخواد بره سفر فقط مشهد و لا غیر. آقا جون نداره، من که نگفتم. بگی بخون حضرت حافظ میگه. من خواستم اصلا آقا جون فال حافظ بشین جوشونده تو بخور. خودی زد هم تو پر ما هم تو پر حضرت حافظ. ببخشید. خب عزیزا دل برا جانا نگارا فراغت می کند دیوان ما را، نشانی رد پایی گوش چشم به خانه راه گمگشت بارا درد غربتم عمری گرفتم، خدام اینجا دلم در خونه یا خداوندا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یار. یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان فکر فراغ و تا بر اثر بدر کل که اثر بدر کن. خودم اینجا دلم در پیش در خدایا این سفر که میبرسم خدایا کن سفر آسون برایم که بینم با دیگر یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان فکر فراغ و تابم از سر بدر کلکم از سر بدر کن.